با نام خداوند جزیات یورش نیروهای جبهه مقاومت بر طالبان در کابل و همچنان وعده انتقامگیری احمد مسعود و جنرال یاسین زیا از طالبان جبهه مقامات ملی افغانستان ادعا کرده است که دو جنگجوی طالبان را در یک نتیجه حمله در کابل کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است این جبهه جمعه شب هه سرطان مدعی شده است که یک موتر جنگجویان طالبان را در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل هدف قرار داده است که در نتیجه آن دو جنگجوی گروه طالبان کشته شده و یک جنگجوی دیگر آنها زخمی شده است با این حمله به دنبال کشته شدن سه عضو جبه مقامات ملی در بغلان صورت گرفته است جبهه مقاومت ملی روز جمعه هشت سرطان تایید کرد که سه عضو این جبهه از جمله فرمانده عبدالسمد کهگدای فرمانده خیرالله و یک عضو دیگر این جبهه در نبرد با طالبان در بغلان کشته شدند با این حال گزارش فصلی اخیر یونما که در شورای امنیت سازمان ملل اخیرا ارائه شده نشان میدهد که حملات جبهات ضد طالبان از جمله جبهه آزادی و جبهه مقامت ملی بر موضع طالبان افزایش یافته است این در حالی است که کشته شدن سه عضو مقاومت در بغلان جبهاد مقاومت و جبهه آزادی وعده انتقام دادند جبهه مقاومت ملی با نشر خبرنامه ای تایید کرده است که دو فرمانده و یک عضو دیگر این جبهه در نتیجه نبرد با طالبان در بغلان کشته شدند جبهه مقاومت ملی جمعه هشت سرطان با نشر بیانی از کشته شدن فرمانده عبدالسمد کاهگدای فرمانده خیرولا و یک عضو دیگر این جبهه خبر داده است بامداد با روز جمعه منابع در بخلان به روزنامه هشت صبح گزارش فرستاده بودند که دو عضو جبهه مقاومت از جمله کاهکدای در کمین طالبان در روستای کاهکدای ولسوالی نهرین کشته شدند منابع ادعا کردند که این اعضای جبهه بدون مطالعه دقیق ساحه و حضور طالبان از سوی جنرال قدم شاشهیم مسئول عملیات نظامی جبهه به عملیات فرستاده شده بودند در این حال منابع در بغلان همچنان افزودند که در این نبرد یک عضو استخبارات طالبان با نام قاری همزه نیز کشته شده است با این حال در خبرنامه آمده است که در حالی که مردم افغانستان جبهه و خانواده شهدای عزت مردم در حال سوگواری هستند دشمن و شمار حلقات و نفوذی با ترویج دروغ در حال ایجاد بحران اعتماد بین مردم افغانستان می باشند. این جبهه تاکید کرده است که طالبان که بیش از این حضور میدانی نیروهای مقاومت را انکار کار می کردند امروز با استفاده از غم مردم جنگ گسترده روانی را بر تا افکار عمومی را از جنایت خودشان منحرف سازند جبهه مقاومت ملی و همچنان جبهه آزادی در یک خبرنامه جداگانه بر ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان و انتقام جویی از این گروه هشدار داده است باید افزود نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان حوالی ساعت سه بامداد جمعه هشت سرطان بعد از آن آغاز شد که اعضای مقاومت برای انجام یک عملیات در خانه مستقر شده بودند به نهای محترم کانال شهر نیوز نظر شما در مورد این دو خبر فوری چیست نظر خوش را در کامنت همین گزارش با همه با اشتراک بگذارید تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید تا یک گزارش دیگر خدا نگهدار